به نوشته سایت های پوششی وزارت اطلاعات، در جریان کنفرانسی که انجمن عراقی عدالت که لابد نسخه بدل یک شعبه وزارت اطلاعات در داخل ایران موسوم به انجمن عدالت است، در بغداد برگزار کرده بود، تعدادی از ماموران وزارت اطلاعات در خارجه از قبیل مسعود خدابنده، عباس صادقی نژاد و علی قشقابی با یک نماینده مجلس عراق از باند مالکی به نام عدنان اشهمانی ملاقات کردند. در این ملاقات اشهمانی گفته است جهان میبایستی صدای بستگان قربانیان جنایات مجاهدین خلق را که به علت منافع سیاسی برخی کمرنگ شده است بشنود. وی گفت محافل بین المللی قربانیان اقدامات تروریستی این فرقه را از حقوق خود محروم داشته و چون مانعی در برابر جامعه عمل پوشانیدن به عدالت عمل کرده است. سایت های وزارتی قسمت دیگری از آهناده های وزارت اطلاعات از قول مزدور اشهمانی را چنین منعکس کردند. وی از عملکرد برخی کشورهای مدافع حضور این فرقه تروریستی در عراق اظهار تعجب کرده و گفت ما چگونه از وجود این فرقه تروریستی در خاک عراق راضی باشیم در حالی که همان کشورهایی که از این فرقه حمایت می کنند حاضر به پذیرش آنها در خاک خود نیستند. سایت اصلی وزارت اطلاعات موسوم به ایران دیدبان گزارشی درباره جلسه دیگر عوامل وزارت اطلاعات در شهر خالص، شهر همسایه اشرف، درج کرد. گزارش این جلسه در تعداد دیگری از سایت‌های وزارتی مانند اینترلینک و عدالت هم عیناً منعکس شده است. در این گزارش به نقل از ناف ایسا، مزدور حلقه به گوش وزارت اطلاعات که با آه و ناله‌های توأم با فحاشی علیه عراقیان شریف حامی اشرف صحبت می‌کرد، نوشته است ناف ایسا از رسانه‌های عراق خواست تا با پرده برداشتن از اقدامات و جنایت‌های مجاهدین خلق در امور داخلی عراق و رسوا کردن مزدوران آنها که در ازای چند دلار بی‌ارزش حاضر شدند به مردم خود پشت کنند، از تلاش‌های دولت مرکزی برای اخراج این سازمان از عراق تا پایان سال 2011 میلادی پشتیبانی کنند. در ادامه همین گزارش از قول یک مزدور جنایتکار نیروی قدس رژیم به نام عدی الخدران که از او با عنوان بیمعنی قائم مقام شهرستان خالص نام برده شده به فحاشی علیه عراقیان شریفی که او و دیگر مزدوران رژیم را افشا کردند پرداخته و گفته است ما را عوامل رژیم ایران خواندند. کسانی که این چنین اتهاماتی را مطرح می کنند از جایگاه و منزلتی برخوردار نیستند و تنها مشتی بی هویت هستند که در اینترنت فعالیت کرده و در استان دیاری وجود خارجی ندارند.